چی شده؟ بینندگان عزیز صدای خبر فوری داریم ظاهرا برای شما. بعد برگردیم دیگه، ببخشید فیلمو نمیتونیم بقیش رو ببینیم. بعد برگردیم سر کار به خبر داغی که همکنون به دست من رسید. توجه فرمایید عزیز. عجب عجب، حسن روحانی میگن شده رئیس جمهور ایران. حسن روحانی باشه باشه باشه، ما که بخیل نیستیم البته. اصلا مردم کی رگی داده کی شمرده؟ اصلا مردم نفهمن. این مردم همونا که انقلاب کردن، مصدق و فلان کردن، شاهو به اون خوبی رو بسار کردن. اصلا همشون، این مردم همشون مزدور جمهوری اسلامی هستن، ما فقط خوبیم. حالا این رفت اومد، سگ زرد برادر شغاله، چه فرقی میکن؟ آخوند آخونده، یکی دیگه رو باز آوردن تدارکاتچی سر مردم گرم کنه. مردم که همشون احمقان. یکی مثل رضاخان باید بالا سرشون باشه، به زور توسری روسری از سرشون بکشه. به ما اصلا، به من چه؟ مردم نفهم، خاک بر سرشون، حقشون. بینندگان عزیز، به نظر میسه جام زهر رو طرف داریم بالا. اینا سرته یکی هر بازن همشون نرمش قهرمانانه شاید. چه فرقی میکنه آقا؟ اون فیلم ما رو بذارن، همشون مزدور جمهوری اسلامی هستن، همشون از یه طرف نه امت، اختیار تام، اجبار جری، همه تون نوکر خامنه ای هستید. چه فرقی میکنه؟ ما کلن خواستار رژیم چنج در 5 دقیقه هستیم و با این گرگ ها در لباس و با این گرگ ها در لباس میش هم گول نمیخوریم. اختیار تام هم میگن مثلا که میخوام مثلا گول بزنم، میگن رهبر کاری نیست، مثلا ملت خرن. ما که نیستیم. سگ زرد هم برادرش قهوه‌ایه، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، همشون فیلمو بذار آقا، فیلمو بذار. ما داشتیم فیلممون رو میدیدیم، فیلم هر کی ماست خودشو بخوره فیلم. بینندگان عزیز، خبرهای جدیدی به دست من رسیده که باید به سمع و نظر شما برسونم. آقای روحانی در جواب اینکه داری میری نیویورک، اوباما رو اونجا میبینی. بینندگان عزیز، این یارو روحانی ظاهرا بده خبر کدی که چه دارید تا بیشتر خبر بده، خبر بده، خبر بده، خبر بده. بنا گرانگان عزیز، اون چی معنی خبر روحانی نداری؟ خبر روحانی نداری؟ خبر روحانی بده. بینندگان عزیز، به خبر داغی که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. در تاریخ 30 و چند ساله جمهوری اسلامی برای اولین بار روحانی در لباس رئیس جمهور وارد خاک آمریکا. عزیز محترم، به خبر داغی که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. برای اولین بار در تاریخ 30 و چند ساله جمهوری اسلامی. و این هم تصاویری از برداشت خیار 35 کیلویی در خیارانی کرمانشاه. این چی بود نشون داده این وسط این همه روحانی؟ یه خبر روحانی بده. بینندگان عزیز، روحانی اومده نیویورک، خبر روحانی بده. این چیه؟ نه این خیار نمیخوام، روحانی بده. آها، خبر روحانی. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی جواد ظریف با جان کری، یعنی یک وزیر خارجه ایران با یک وزیر خارجه آمریکا دیدار ملاقات کرد. من دیدم دق میکنم، این اتفاق نباید میافتاد. بینندگان عزیز، همه معادلات ما برای استقرار ناامیدی و نوکری و ضد ایرانی بازی داره نقش بر آب میشه. آبرومون داره میره. آب جمع کن جمع. عصر شما بخیر. شب گذشته نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا رقم خورد. وزرای خارجه دو کشور با هم دیدار کردند، دیدار کوتاه مثبت خواندند. بینندگان عزیز، اینا دیدی همدیگه رو دیدن؟ دیدی اینا روم سیاه؟ شما ببخشید، دارن یه کاری میکنن تحریما برداشته بشه. ببخشید شما ببخشید که مردم امکان داره که مردم این نفس راحت بکشن. ببخشید شما. بینندگان عزیز، برای اولین بار در تاریخ فلان فلان شده جمهوری اسلامی سگ زرد ظاهرا برادر شغال نیست. به خبر داغی که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. برای اولین بار در تاریخ 30 و چند ساله جمهوری اسلامی. من دیگه کم آوردم بابا، خبر فوری دیگه میخواد. خسته شدم از این کار، اصلا یعنی چی برم کنم بابا؟ خسته شدم. بینندگان عزیز، به خبری که همکنون به دست اینا رسید، به دست منم نه به دست اینا رسید، توجه فرمایید. شک نیست که شما آقای حسن جایی یکی از رادیکال ترین آدمایی هستین که روی این صندلی پارازیتی نشسته و اومده تو برنامه ما در ارتباط با جمهوری اسلامی. به چه قیمتی حاضر به فروپاشی جمهوری اسلامی هستید؟ شخص شما یعنی چی؟ من چه قیمتی بدم یا مردم چه قیمتی بدن؟ Majority of people who voted for Rouhani, they like what Zarif is doing right now and they like his tone, the way he talked to us and all that, and they are very optimistic. He comes, he's very active on Facebook, even though, you know, we raised even that issue in this program too, that why you can use Facebook and people in Iran can't do it freely. Mr. Rouhani exchanged a tweet with the founder of Twitter and all that. Are you optimistic too? Do you want to help this process? Do you want to help peace
What do you want to see? What do you see in Iran's future? What? این فیسبوک جواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانه. ما حالا که هم شما اختیار کامل داری، هم اختیار داری، هم اختیار داری، اختیار داری و هم ما به شما علاقمندیم، خبرنگار نفوذی خودمون از گروه روایت فتح برنامه پلیتیک به مقر سازمان ملل فرستادیم تا با تهیه یک نقشه راه، ما یه نقشه راه داریم الان، یه وقتی گم نشی تو این سفر اول به نیویورک. میدونی شهر بزرگی قلق داره، ما اینجا زندگی میکنیم، قلقاشو میدونی. خیلی هم عالی، بینندگان عزیز ما خیلی خوشحالیم، بچه ها خوشحالن، بیرون دارن بوق میزنن، الان عروسیه، الان همه جا تو ایران. رئیس یه ذره شرم شفره بذار، خواهش میکنم، به افتخار برعکس برگردید با حسن، وایس اینجا حسن با کار داریم با حسن. شرم شفره، شرم شفره، شرم شفره. خب حسن آقا جون قربونت برم، تو که از این کارا بلدی عزیز من، چرا میری از اون حرفا میزنی؟ به خدا زشته. به البته به شما نمیرسم. نه ولی حسن قراره درست کنه همه چی رو. من جدی میگم اینا، قراره همه چی درست کنه، برمیگردیم ایران چیز گلستان میشه با اینا. خیلی دوست دارم این مثبت گرایی شما رو، واقعا من تمجید میکنم. خیلی 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 خوب. من خیلی امیدوارم واقعا. خیلی خیلی بسیار خوب. حالا نه اصولا به من حمایت میکنم. نه اصولا حالا مثلا به شخص آقای روحانی،